نام خدای بچگک خوشتیب بچه هم است چی داره در برنامه بر ما؟ بسم الله الرحمن الرحیم، شعری دارم میخوایم برای شما تقدیم بنمایم. آو نام خدا بخوان، نام فقط سراپا گوش هستیم. ناله بدل شد گره رای نستیان گجاست، سینه قفص شد به من طرف بیابان گجاش، عشق به خونم کشید آه به بادم سپرد، عقل به بندم فکن رخنه زندان کجاست. خوب و بد زندگی بر سر هم ریختم، تا کنت از هم جدا بازوی دخان کجاست، نام جنجاوه شد مردنش آسان کجاست. بشک تشکر از توجهتان قربانت. نام چجاوه شد مردنش آسان کجاست؟ بشک کسی را که خدای پاک امو مقام و منزلت بته، اگر از دنیا بره پرده هم کنه، نامش که جاوید شد او را کسی نمیگه که مرده، او همیشه زنده است. این شعر از کدام شاعر است؟ از استاد خلیل‌الله خلیلی. او نام خدا، با شعر شاعری علاقه داری؟ بله. خب دیگه در پولیزی با چی چیزا علاقه داری؟ دیگه با درس ها خواندن، درس خواندن، انگلیسی خواندن. خب کتابا. کدام کتابا؟ کتاب سر رقم کتاب خوشش داریم نمیگیم. یعنی مطالعه میکنی روزانه؟ آه مطالعه میکنیم. چند ساعت؟ چند ساعت؟ یک ساعت. آفرین. در مکتب که بیکار میباشیم با کتاب داریم در جیب ما، هر کس با میشنیم میخونیم برکس. کتاب های مکتب یا دیگه کتاب ها؟ کتاب های دیگر. آفرین. اینی بسیار خوب است که در آینده معلومات عمومی خودت بسیار خوب میباشد. بله. دیگه شعر هم یاد داری؟ بله. میشه که امروی دوستا شریک کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای وطن نام نیک جاویدانی، مبادا به تو ما را زندگانی، ای وطن تو قلب آسیا مهد دریلان، تو تاج عزت آزادگانی. میشه وطن دوست داری؟ بله. حس همیشه چی مورد خودت از زیاد خوش میسازه در وطنت و چی تو را رنج میده؟ رنج میده که مرا خاک مورا دیگه کس بگیره، یعنی می مرا رنج میده. بله بشکت است، بشکت. و دوست داری که همیشه وطن آباد باشه؟ وطن آباد باشه، وطن مصلح باشه، دیگه جنگ جدال باشه. بشه بله. نام خدا، نام خدا همیشه در سایه رحمت الهی باشی، انشالله با روزهایت برسی. تشکر قربانت، یک دنیا تشکر. دلک زیاد میخوای بگویی اما ادامه میتی یا بس است؟ با نه بس است دیگه. ها برو، همه قدر کفایت میکنه، برو با درس حکایت پیشترم که ما اومدیم یه عزیز ما در اوجه درس میخوان، موفق باشی. دو جوان همه تو مقبول کاکره که میبینین چقدر ستایل های خوبش زدن، لباس های مقبول پوشیدن، واسکت مویا ماشالله سعی کنین دیگه، گل که چقدر زیبایی بخشیده برشان، یا خب بچه های وطن هستن دیگه. سلام علیکم. استریم ماشی. سلام استریم ماشی. خیلی شکر دادم. خیلی خیری. سلام علیکم. و علیکم سلام استریم. نوم سر. سردار ولی. سردار ولی. دکم ولایت رغله. خوش نه. خوش نه. خوش نه دیر کلی زای. خوش خود دیر خیستا زای ده. کابل سنگتی ری. کابل آبی خی سای ده. آب هوا. خیستا زای ده. سعی اول اری. چند روز میشه که آمدین؟ سه روز کیگی. داد به ورزی کیگی چرا ولی نن دو دیوالان چرت داد هن دیوالان دارت ناست کابل کده کابل کشته کم پایگام اخبارمون تلری ملگارو تا افغانانو تا افغانان تامیک دار پایام نه چه خشول جوان تیر کی پول وطن کی تیر کی دار پایام ده میخ پول افغانان ده پورا چه پامان که از خوامان ده ساتره و افغانستان امنه. ټول افغانستان کې امن دی. ساتره وخت دی. بسیار خوب، ان شاء الله که خوش براتون بگذره. همیشه ژوندۍ اوسه. ډیر مننه. مننه. سلامت. مننه قربان. جای اومدیم که سایه است. درخت توت است. نه توت نیست، چهارمغز است. هنوز پخته نشده. میگم میوه پخته نشد، کندنش درست نیست. سابقه خو مردم می پوست چهارمغز هم میگرفتن دندان های خدا پاک میکردن. حالا مگه پیشرفته شده کلی گریم دندان استفاده میکنه. خب قندی پشمک یگانه چی بگویم دیگه باش تو که بدون اجازه اول باش که در لالای ما صحبت ها را داشته باشیم. اینجا ایرامت محکم قدمی پشمک
بر اطفال که معمولا دیگه نوش جان میکنن چی نام بتی میره نمیفهم باش کس دوست باش ما کردم از اول نه تقریبا 70 80 سال میشه ما از اون وقت است از اون وقت است دی چی مندازین کی رقم جور میشه بوره 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 و رنگ خالص خالص بوره و رنگ همین ماشینش است همین ماشینش است خو فقط طعم بوره را داریم طعم بوره ولی بعضی کشورها ما دیدیم که متفاوت از طعمش چیز مندازن وانیل خو وانیل بازو یک خوشبوی میکنه خب این دیگه بگویم بازیچه اطفال بگویم دیگه چیز است که طفلک ها را مصروف میسازه مصروف میسازه تنها طفلان است خورد کلان ها را میخورن یکم تو شوقی است شوقی است بسیار خوب دمی مراسم دمی چند روز ایده زیفتر دمی کلان ها را میخوردن خب روزانه چند دانه جور میکنین کیلو گکی بگویم بوره مصرف دارین روز یک دو کیلو سه کیلو مصرف داریم دو کیلو سه کیلو دو کیلو سه کیلو بوره بوره همراه رنگه رنگه از چند سال میشه خودت میقدمی پشمک جور میکنی؟ تقریبا اینه 20 سال شد 20 سال 20 سال 20 سال در اینجا بودی همیشه؟ همیشه همیجا بودیم دانه چند مفروشین بازی ده؟ ده رفا ده افغانی دوستا باش که ما میکم بخوریم باشم بزن میتا نمیتا چک بزنیم؟ بغلش هم میتونه کم رو بکنی بخوریم مشکل نیست خب؟ همه مزه داره خب بیشتر تفلا پیشتان میه زیفتر تفلا فامیل که باید حتما برای اولادای خودم میخرن بله بله خب دیگه دختر خانم ما زیاد قندی پشمک دوست دارن من بعض فامیل ها میاین تفلقا خب معمولا دیگه معمولا زیفتر فامیل میبره خصوصا کسایی که زیاد یک ذره چی میگن نایستیمیتیو باشه ازم خب چطور که ماشین گل است برقان است برقای کابل دیگه یک وقت است یک وقت نبیه پرچوی داره دیگه خواه خواه بسار کن این مزدار است کلش یک انداز است دیگه یک انداز است اطالیت هم که برقان است اگه بر جور میکنم چرا تا چی میگنه کلش یکیش فرق نمیکنه یک انداز است یک انداز است یکی این تازه او نداره که در نو گرم و گرم جورش کنی یا فرق میکنه فرق خواه میکنی یک جره خواه هوا یک جره چیز است ابری خود جمع میکنه جره هوا ابری که باشه جمع میشه هوا که صاف باشه نمی ثابت میمونم یک اندازه ایره خب ما نوشجان میکنیم باش حال فعلا مشنایم از خودت چیز گفتنی داری کدام در مورد کاروبار زندگی تفریح مردم تفریح مردم شکر مردم میاین من تا یک کار غریبی خب عموما نیست خب بعد بازم ناشکری نمیکنم میشه شکر است امی دمی کرایی چیز را ماندی نسوخت نسوزه گلانیست رو... خب گلانیست نسوزه اونجا یک دوست ما اشاره کرد انشالله که نسوخته باشه انشالله که نمیشه خواه بسیار خوب یعنی خوب از کار بارتان دیگه شکره تا فعلا شکره خواه بسیار خوب امی که راضی هستین بفهم که برکت آمست برکت آمست امی سایه درخت بولونی بیادر قندی پشمک دیگه چی دارین برای وطن داره دیگه لطف خوش لطف خوش ها خوش شدیم از دیدن خب بولانی گرم دارین اگه تشکر بخدا. خیر باشین سلامت وقت خوش ما قندی پشمک هم نوش جان میکنیم نوش جانت هم بدار چیز دیگه مربوط ما شد یک توفه میشه بر شما توفه نمیگیریم بازیر نخته شد گفتیم مردم نخته شد را میریم یه دیگه باز میمان ماسته برکت بیبین میمان ماسته سلامت خدا نکنه که سلام علیکم خدا نکنه خوب هستین خیر خیر جان جور صحت خوب خوب هستین انشاءالله شکر زنده باشی مقبول است سیاست یا مو سیا میبینید نه خیلی سیاست سیاست هجانا ذوق خودم سیاست البته انتخاب خودم مثلا میشه همی انتخاب بگه بیدر مک عاشق شدم باز رنگ سیار انتخاب نه مثل قو قصه نیست نه نه از عاشقی خطا خورده خواه آل عاشق آل ده غریبی بنده آل عاشق روزگار هستم میخواهیم که یک دو نان پیدا کنیم امو عاشقی است اونمو خودش عاشقی است بله عاشقی تو عاشقی است بله همی خانواده که خوش باشه اقلال برش برسه فکر کن که بهترین عاشقی هم رو میگن 100% همی روزگار گفتی نه ما عاشق روزگار هستم همی روزگارم خالق میچلانه به شک به دست از او هست هر چی در جانب از اوست اجانا هر چی در نصیب قسمت انسان باشه هم رو میچه اجانا چی کردی پای بند کردی نکردی تصمیم شکر از مال خداوند یک دو تا دخترک دارم ماشاءالله مال خداوند دیگه توکل به خدا بسیار تیز تیز روسی کردن والا در یک حساب خوبتر است به خاطر از اینکه انسان میفهم از زندگی قصه موتی یک رقم آمد جانا
انسان میتونه زندگیش پیش ببره، انسان میتونه که یک اقتصاد و روزگار زندگی رو بفهمه اصلا. در این صندوق عروسی کنه و خوبتر است. به خاطر از اینکه ما پدر مادر نیست، خداوند ببخشین و جانا دیگه مجبوری که باید سرپرست می داشتیم، دیگه ما رسی کردیم توکل به خدا جانا. بعض وقتا در جامعه افغانستان نیاز است، ضرورت هایی که است که آدم باید مسئولیت ها را بیشتر توجه کنه و ای که خودت گفتی پدر جان و مادر جان حیات نیستن و قید حیات نیستن، خدای پاک مغفرت شان کنه. اینی بخاطر از اینکه یک نظم و یک روش درست رسم زندگی را به جای کنه، همی باید عروسی کنه و باید در فامیل منسجم باشه و هر چیز به طریق درست رسیدگی شد. درست است، همی گپ است. حال بخیر کجا میری؟ طرف خانه رفتنی هستم بخوای. از دکان آمدیم میرم طرف خانه بخوای. جانم موفق باشی. تشکر. خوش شدیم. زنده باشی همچنان. بخیر. تشکر. این دیگه موترکت هست هم رایت. این موترک است که میبرم. این خوب چیز است. جانم. باور کو. بهترین چیز است. بهترین وسیله است. والا واقعا. یه جای بعد تو ما سرشانه کو برو بخیر. تشکر. زنده باشی. دوستا رو سلام میرسونم. تشکر. موفق باشی. همچنان بخیر باشین. مونده نباشین. خوب هستین ان شاء الله. قرار به قراری است. شکر فضل خدا. نامتون رو میشه بگین؟ نام من نعمان ساپه است. نعمان ساپه. بله. نعمان جان مونده نباشی. زنده باشی. تشکر. زنده باش. خیر بود. دمی شروع صبح هستیم دیگه. ان شاء الله تکمیل میشه این مسیری که باقی مونده. یعنی مسیر امروز تا چاش بعد از چاش ان شاء الله تکمیل میشه. این کار دست چپتون است دیگه. ساده است. چطور کنیم دیگه وظیفه ما است، باید صحیح کار کنیم. یعنی منظورم قجنجالی نیست. نه آخر دیگه آخر کار است. وظیفه خو یک مقدس چیز است، آدم باید بهش وفادار باشه. وظیفه خو بهترین چیز است باش که داشته باشی. دی چه رقم از این مواد انداختین؟ این به خاطر جلایش است چی است؟ این به خاطر همی شوبین است. به نام گلاس بیت میگه خود است. یه طرف شو دید میتونه داشته باشه. چراغ موتور که سر خط میخوره، یعنی خط خود نشان میده که خط این هم رنگش است. اون رنگش است. با چی درجه حرارتی جور میشه؟ این از اون ماده اون ماشین کلان پشت سر که ما ایستاده در اون میندازیم 170 80 تا 220 حرارت میتیم در اون. خب باز دیم میندازیم این هم حرارت میخوره، میبینی گاز داره. اینجا گاز مخصوص داره. درجه حرارت از این چند میباشه؟ این تا 190 تا 220 میرسه. 190؟ تا 220. آه چطور وقفه گرفتیم؟ با خاطر اینی وقفه گرفتم که نیجا یک دو خال میبینی همیجا یک ذره زمین تر سرک تر است که می یک ذره خشک شود. از این که وطن زیباتر شده میره هر روز، ببینید همی سرک خط اندازی که شد امو زیبایش معلوم شد، امو مسیر هم مشخص شد، هر موتر میفهمه که به کدام خط حرکت کنه. این خب بهترین گپ است که اینه تو کاش که اینه کل سرکای کابل اینه تو جور شود. ارزوی ما ایز، ارمان ما ایز که نمی سرکای کابل کلش نمی تو جور شود. خوب میشه که جور شود، بیخی مقبول میشه که غیرت مارکن خواه می سرک بیخی مقبول میشه. از این بخیر دیگه کدام سرکا را خط اندازی میکنه ایجا که بخیر خلاص شود؟ ما خو یک شرکت خصوصی است، خصوصی است به نام سپک اکار. مثلا اینی قرارداد کرده بودم، قرارداد کرده بودیم از اینی که خلاص شویم بخیر میریم می میدان هوایی بین المللی کابل. خب امی تاکسی رنوی امی رامپاش اینی شب کار شروع میکنیم. از شما کارهایتان همه ساله است من که فکر میکنم، چون کال رنگ است نه؟ باید سرکا نیاز پیدا میکنه یک سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد که دوباره سرش کار شد. والا متاسفانه در افغانستان که سرک کونه رنگ نمیشه، فقط همی سرک نو که جور شد یک دفعه رنگ میمانه. تو میمانه یک هم تا در کابل همیش شاروالی رنگ میکنه، ولی کل سرکان اینی سرکای کونه رو ببینی یکیش هم همی که پروژه یک دفعه تکمیل شد دیگه کسی باسخص رنگش و جدولش و پیادره بشه یک هم جای تغییری اگر کنه نمیبونیم. بیا همه قدرش هم کلان گفت بارمون. همه قدر هم کلان هم. موفق باشین. زنده باشین. قربان تشکر. خب دوستان عزیز، در کنار من یکی از باشنده های محل هستن. اینا امو پیشنهاد را که دارن دیگه صحبت هایشان هم میشنویم در ارتباط، در ارتباط به این نقشه که آمده گفتنی هایشان چی است و یک تا اندازه چند مورد را که گفتن اشاره کردن یک کم به نظر من مهم رسید، خواستم امروشان صحبت داشته باشم. سلام، وقتتون بخیر. تشکر، خوش آمدین برادر محترم. به نام خدا با عرض سلام خدمت تمام بیننده های محترم.
نام من قاری عبدالصبور است، از زندگی میکنم در غرب کابل. دولت امارات اسلامی امی سرک هایی را که به خاطر سهولت مردم در غرب کابل در نظر گرفته و جور میکنه و سرک ها را تیر میکنه، ما بسیار تشکری و قدردانی میکنیم از امارات اسلامی. خداوند اجر خیر نصیبشان کنه و توفیقات هرچی بیشتر نصیبشان کنه که در این وطن ما خدمت کنه. و امی سرکی را که ما فعلا که میبینیم که روبروی 20 متره قرار داره و سرک نسبت به مو سرک 20 متره که در نقشه های زیربینایی طوره که من معلومات دارم، این به اندازه از او و از او چیزی هنوز کمتر میباشه. و ایره طوره که من از انجینیر صاحبا شنیدم، عرض از ایره نسبت به او زیاد گرفته و در مسیر ازمی سرک بلند منزل ها و خانه های بسیار قرار داره. و ایره که 45 متر میگه که ما گرفتیم و سرک مقابل از ایره فکر میکنم که در حدود 30 متر باشه. و اینمی عرض از ایره ما خواهشمند هستیم که امین ملت ما زیاد خسارمند نشوه، امی مردم ما زیاد خسارمند نشوه، امی عرض از ایره یک ذره واره کمتر بگیره و به مو اندازه امی سرکی که در مقابل از ای قرار داره به مو اندازه هم که بگیره نسبت آلی فعلا مردم و قدر خانه های خود تخت چقدر است حدودن اونجا؟ شاید در حدود 30 متر شاید او باشه و اینمی سرکه در حدود 45 متر گرفته و ای در 45 متر از ای ساختمان ها زیاد تخریب میشه و در مو اندازه امو سرک که بگیره مقابل از او اینمی قرار داره و سرک زیربینایی را معلومات هم بگیرن که در ای اندازه بر از اینه است و به اندازه امو سرک مقابل از ایسته. و اینمی را از مقامات محترم خواهشمند هستیم که سر از امی موضوع توجه کنه و عرض از ای را کم کنه و فعلا همی خانه ها هم تخریب هم نشده و اینی میره خواهشمند هستیم که یک تجدید نظر کنه. تشکر از این جمع بزرگا یا اهالی منطقه کدام پیشنهاد داشتین مراجعه کردین که همی مورد را که شما گفتین؟ محترم اصلا من خو دمی منطقه بودو باش ندارم، من همی سرک هایی که تر میشه، همی جایایی را که امارت اسلامی در غرب کابل این رقم همین کارهایی را که میکنه، من من حیث یک شهروند میتونم بیایم یک دفعه دوست دارم که هم همین نظریات ما در خیر ملت باشه، هم در خیر دولت باشه و از خسارات زیاد از همین ملت و از همین دولت ما میگم یک ذره جلوگیری شوه، این سرک که بردار شوه یک ذره مصرفشان زیادتر میه و اینمی سرک که به اندازه از او باشه ای دیگه بسیار یک سرک خوب میاد ان شاء الله، قدر زیاد بردار کردن خسارتش کمتر است. ببین چقدر خانه تخریب میشه، چند کیلومتر میاد؟ من شنیدم خو خانه ها را خو زیاد میگه در حدود شاید از 250 خانه چیزا همی رقم طبق نظر مردم ما که شنیدم میگه تخریب میشه. خو اینی میره هر قدر که بر ازیره دمو اندازی امو سرگی که در مقابل ازی هست اما طبق امو نقشه زیربنایی که باز امو را سیل کنن امیره یک ذره کمتر که بگیره امی بلند منزلا یک ذره حفظ میشه، امی فقط مقابل اون موضوع سرک بگیره و دیگه ما نمیگم که این طرف بگیره یا اون طرف بگیره، فقط چیزی که مقابل امو سرک طبق نقشه زیربنایی که ما معلومات داریم که به این اندازه نیسته و اینمی که بردار شده این بسیار در ضرر مردم است و اینمی را خواهشمند هستیم که سر از یک توجه شوه که یک ذره امی کمبر شوه، خساره مردم هم کمتر شوه و مصرف دولت هم کمتر شوه و اونمو چیزی که در نقشه زیربنایی است اونمو را خواهشمند هستیم که بگیره و تا هنوز امی خانه ها را مردم تخریب نکده. اینمیالی شروع کار است که این قسمت های پیشروی از اینکه تخریب شده و خود مقابل از امون سرک قرار داره و اینمی قسمت هایی که تخریب نشده سر از اینکه تجدید نظر شده، ما امیر بسیار خوشحال میشیم از دولت امارات اسلامی، امیر خواهش ماست که امیر سرش توجه کنه.